شادی همراه بفرمایید. الو سلام آقای دکتر، ممنون از وقتی که به من میدین. خواهش میکنم بفرمایید. آقای دکتر، من از همسرم میخوام جدا بشم، بعد دو تا بچه کوچیکم دارم، نظر شما رو میخواستم بدونم. شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟ من 39 سالمه، همسرم 50 سالشونه. بعد تو اروپا هم زندگی میکنیم. چه مدلی اروپا هستی؟ 12 سال با هم ازدواج کردیم، 12 سال هم هست اومدیم اروپا داریم زندگی میکنیم. یعنی شما در ایران ازدواج کردید؟ نه، شما در ایران همدیگر آشنا شدید، ازدواج کردید، اومدید اروپا؟ بله. یعنی اینقدر با هم اندازه بود؟ یعنی 12 سال 12 سال؟ یعنی هیچ مدلی در ایران با هم زندگی نکردید؟ نه نه، اصلا ما تو ایران با همدیگه زندگی نکردیم. ما توی شرکت با همدیگه همکار بودیم، آشنا شدیم، بعد ازدواج کردیم. قرار بود که همون ایران بمونیم ما زندگی بکنیم، ولی ایشون تونستن کار پیدا کنن توی نروژ که قبلا هم اینجا زندگی میکردن چند سال قبل از اینکه برگردن دوباره ایران. بعد کار که پیدا کردن تصمیم گرفتن که بیان، منم همراهشون اومدم دیگه، اومدیم اینجا زندگی مشترکمون شروع کردیم. چه مدتی ایشون در نروژ بودن قبلا؟ 2.5 سال، ولی به خاطر اون بحرانی که تو اروپا شده بود کارش از دست داد، بعد برگشت ایران، اومد شرکتی که من کار میکردم استخدام شد و بعد با همدیگه آشنا شدیم. و بعد ولی دوباره وضعیت کاری تو نروژ خوب شد، تونست سریع کار بگیره برگرده بیاد اینجا. بچه ها چند ساله هستن؟ به جنسشون چیه؟ یه پسر 3 ساله دارم و یه دختر 4 ساله میمه. به من بفرمایید هر دو فرزند چندمی؟ من بچه دوم از 3 تا فرزند هستم. یه برادر 2 سال بزرگتر از خودم، یه خواهر 5 سال کوچیک‌تر از خودم دارم. ایشون هم کلاً 2 تا بچه‌اند. یه خواهر 6 سال از خودشون بزرگتر دارن. رشته تحصیلی شغل و کار هر دو چیه؟ جفتمون مهندسیم، تو شرکت نفت و گاز کار می‌کنیم. و تو یه شرکت با هم هستید؟ یعنی یه دونه شرکته؟ همیشه شرکتمون یه دونه شرکت بوده و الان هم همینطوره، ولی پروژه هامون و فیلد کاریمون با همدیگه فرق میکنه. نه اصلا همدیگر نمیبینیم و با هم در تماس نیستیم. اگر درآمد شما 1000 یورو هست، درآمد ایشون چقدر؟ مثلا اگه درآمد ایشون 46 یوروه، درآمد من 52 یوروه. اوکی، بسیار. حالا به من بگید علت، دو تا علت اصلی که میخواید جدا بشید چیه؟ یکی اینکه آقای دکتر خیلی سال با هم دیگه، مثلا من از همون اولش هم از رابطه جنسی با ایشون لذت نمیبردم، ولی برام خیلی مهم نبود. و حتی بچه دوم هم که نه، یعنی چی رابطه جنسی لذت نمیبردید؟ خب اینکه بتونه مشکل شما باشه. نه، به خاطر که ایشون خیلی زود ارضا میشن. چند بارم بهشون گفتم ولی اهمیت نداده. که آخه این مسئله بسیار مهمه. یعنی اولا خود ایشون یه چیز خوبی رو خیلی خیلی خراب میکنه، دوم خوشبختانه از نظر آنچه که باید انجام بشه یه کمی آشنایی، حتی چند جلسه تراپی، بعد این مدت کوتاهی 2-3 ماهی تمرینی که میشه کرد میشه این مشکل رو حل کرد. یعنی این چیزی نیست که آدم لجبازی کنه و نخواد درستش کنه. یعنی حرف ایشون چیه؟ یعنی چیزی که میشه چند بار پیش گفتم ولی اصلا اهمیت نمیدم. یعنی چیزی خیلی مهمی براش نیستش که خب من تو براش مهمه؟ نه، آخه برام برای خودش مهمه. شما فکر کنید که یه رابطه اینقدر کوتاه مدت باشه و این یه اصلا به عنوان اولین بیماری مردان در جهانه. و علتش هم این است که قسمت خبر و عمل به دلایل چندگانه‌ای به هم چسبیده و خوشبختانه میشه این فاصله رو به راحتی به وجود آورد. نه احتیاج به دارو داره نه درمان داره، بلکه فقط این مقدار تمرین مثل که آدم دوچرخه سواری بلد نیست یاد میگیره. این شماره یک. دوم، وقتی که شما همطور که خودتون میگید زمینه رو فراهم میکنه که همسر ناراضی بشه. ایشون از آغاز زندگی براش مهم نبوده که شما راضی هستید یا نیستید؟ من اوایل زندگی اصلا نمیگفتم چیزی. بعد یعنی چی چیزی نمیگفتی؟ چون که نه، خیلی چیزی نبود که شما نگیدی، چون که میدونست اینجوریه. نه، ایشون خب من تظاهر میکردم که خب من دارم لذت میبرم، ولی عزیزم آخه من نمیده وقتی نه سب کنید نه سب کنید آخه من دروغ شما رو نمیفهمم. چرا برای اگر ایشون با سرعت ارضا میشن که چطور ایشون میتونن یه همچین گولی بخورن که یه زن که معمولا یه کمی مدت طولانی تری از و یه شرایطی باید باشه
میگه من ارضا شدم. و تازه اگر یه چیزی خوبه چرا باید مثلا 2 دقیقه باشه، 20 دقیقه نباشه، یا 10 دقیقه نباشه؟ یه میخوام یه واقعی شما دوتا با هم چه کردید؟ این چه بازی بوده که در بردی؟ شما برو خودتون نیوردی گفتی خوبه؟ من برو خودم نیوردم گفتم خوب فکر کردم. حالا ایشون همین الان میتونن تشریف برن، بعد از 2 ماه ایشون بعد از 2 ماه میتونن کاملا حالشون خوب بشه. خب آقای دکتر، این یه مسئله که من با همسرم، من سال 2015 یه بار دوباره از همسرم جدا شدم قبل از اینکه بچه داشته باشم. 2 ماه هستن دیگه جدا بودیم، بعد رفت پیش مشاور برای مسائل مشکلاتی که با خانواده من داشته. نه اصلا نمیخواست به خانواده من ارتباط برقرار کنه. خانواده شما کجا بودن که نمیخواست به شما که اروپا بودی؟ همیشهش ایران بودن. اصلا اولش ما روزی که با هم دیگه ازدواج کردیم، همون روز چند ساعت بعدش اومد گفتش که من با خانواده تو حرف مشترک ندارم بزنم، نمیخوام رفت آمد. خیلی عادی. خب حالا این که زنی نمیشد نمیشد طلاق بگیره. بعدم شما که رفتید اروپا زندگی کردی، با خانواده چیکار داشتی؟ وقتی من اومدم اینجا، وقتی که مثلا پدر مادرم رو خواستم دعوت کنم بعد چند سال که مثلا بیان اینجا منو ببینن، اصلا قبول نمیکرد. بعدشم رفت ایران. خلاصه اینکه رفت پیش مشاوره و این مسائلمون رو حل کردیم. یه مسئله که همسر من داره اینه که تا مسئله به جای حاد نکشه، یعنی من درخواست طلاق ندم، یعنی خیلی ببین تا آخر خط نرم، نمیره اون مسئله رو حل کنه. همه مسئله رابطه جنسی هم چندین و چند بار بهش گفتم، ولی الان که کار به طلاق کشیده بهش بگم مثلا ممکنه که بره. خب حالا شما که اینقدر عاقل هستی، چرا در تمام موارد از اون اول کار رو به مرحله آخر نمیرسون؟ خب من نمیدونم کی به شما مدرک مهندسی داده. آخه شما تحصیلات دانشگاهی از کجا پیدا کردیم؟ آخه عزیزم یه مقدار چیزای آشکار. ایشون یه کار، یه چیز غلط، یه چیزی بده. مثل اینکه فرض کنید الان میذاره غذا بخوره، بعد از اینکه یه دفعه غذا خورد حالش به هم بخوره، بریم همینجوری ادامه بده، بعد تازه طرف مقابلم معلوم اذیت میشه، اونم بشه بعد اهمیتی ندید. بعد شما در جهت خانوادتون حرفشون هست که ما با هم حرفی نداریم بزنیم، حالا اون یه قصه است. ولی بعد شما بگید حالا که اینجوری من جدا میشم، ایشون میگه خب من رابطه برقرار میکنم. خب آخه این چه چیزی که حداقل وقتی که مامان من میاد اینجا پیش من، رفتار حرکات زشت از خودش نشون نمیده. یا مثلا اون دفعه اول که اومده این پاشو رفت ایران که چون مادر تو اینجا راحت نمیمونه. راحت شما باید خوشحال تر میشید. آره بابا شما باید خوشحالتر هم میشدم، ولی دیگه نشدم. خواخه من نمیدم شما بخواهن مالی با واقعیت کار دارید یا فقط یه ذره در دنیای نظر هستید؟ تنها مادرم نبود که آقای دکتر، قرار بود موقعی که حالا اون مسائل خیلی سال پیش اگه بخوام براتون تعریف کنم، قرار بود با هم دیگه، من یه پول داشتم تو ایران، ایشون هم پول داشتن، قرار بود با هم دیگه خونه بخریم چه زندگی کنیم. وقتی که اومدیم اینجا من دم یواشکی پنهانی رفته با خواهرش خونه خریده، بعد بهش گفتم که خب مگه قرار نبود با هم دیگه بخریم؟ تو مگه پول داشتی میومدی شریک میشدی؟ رفتاره یا تمام مسائل مشکلات زندگیمونه میرفت برای خواهرش و مادرش میرفت تعریف میکرد. یه همچین چیزایی هم داشتیم ما با هم دیگه، تنها پدر مادر ما نبود. حالا شما من بگید چرا حاضر شدید با ایشون ازدواج کنید؟ ایشون دو تا سه تا چیز خوبش چی بود؟ اشتباه چیز خوبش این بود که از لحاظ موقعیت اجتماعی خانوادهش موقعیت اجتماعی خوبی داشتن. خودش تحصیل کرده بود، خودش به نظر آدم موجهی میومد. بعد حالا توی ایران مثلا کسی که سیگار نکشه، معتاد نباشه، میگم وای چه پسر خوبی، این به نظر اینجوری میومد. ولی پدر مادرم هم فهمیده بودن که ایشون از لحاظ روابط اجتماعی خیلی ضعیفه، ولی اشتباه کردم، ازدواج کردم. هنوزم که هنوز آقای دکتر اینجا تو ایران که هیچ اصلا هیچ دوستی نداره، توی اینجا هیچ دوستی نداره، تمام دوستایی هن که من باهاشون ارتباط برقرار کردم. خب حالا چه کار میکنه؟ ایشون میره سر کار برمیگرده چه میکنه شب و روزهای تعطیل؟ فقط میره سر کار میشینه. حتی خودش اینجوری میگه، میگه من با یک نفرم حرف نمیزنم. میگه اگه من کاری داشتم که قرار بود یه نفر بیاد بالا سر من حرف بزنه، تلفن دستم بود، اصلا نمیتونستم کار بکنم. تمام کارا رو با ایمیل میگیره، با ایمیل انجام میده، بعد با ایمیل برمیگردونه. شاید مثلا در هفته یه میتینگ داشته باشه، یه جلسه داشته باشه. بعد در آخر هفته هم که دلش میخواد که
بشینه فیلم نگاه کنه، مشروبشو بخوره، تنها باشه. حتی تولد 50 سالگیش که اصلا مهمون دعوت کنم گفت نه من مهمون نمیخوام دعوت کنی. بعد وقتی کار به چیز، وقتی با هم دیگه جر و بحث میکنیم اصلا کوتاه نمیاد، همینجوری جر و بحث جر و بحث. دو ماه الان دو ماه جدا شد از من، تازگی دوباره برگشته، اونم با زور و بدبختی من از خونه بیرونش کردم. چند هفته رفت ایران، بعد اومد نمیخواست بره یه جایی رو اجاره کنه که به من زمان بده من بینم تا که تو خونه نباشه چه اتفاقی میفته. یه کار به پلیس بچه ها کشید و تمام اینا که دیگه الان یه هفته است با زور، با فشار، با استرس که من وارد که من گفتم بگو ول کن دیگه برگرد، اگه میخواد برگردی برگرد. و توی این دو ماه های دکتر من دیدم که اولا که من چقدر خودم آرامش دارم، چقدر بچه هم آرامش دارم. پسر من شبا 5 بار پامشون میومد سراغ من، تو مثلا میگو آب میخوام، اینو میخوام، با من بیا منو بذار توی راحت بذار توی تختم. وقتی که باباش رو از مثلا میگه یه هفته دو هفته نکشه شب میخوابه تا صبح، یه دونه اینکه بلندش بیاد میگه یه بار به من آب بده. دختر من ناخوناش رو میجوید. بعد من پیش مشاور کودک رفتم فکر کردم یه چیزی تو بانهای توی مهد کودک اتفاق افتاده به خاطر همون دندوناش رو میجوه، ناخوناش رو میجوه. بعد باباش که رفت بعد یه ماه من با این ناخونه این بچه رو 7-8 ماه نگرفته بودم دیگه، اصلا یادم رفته بود. من یه هایدم که بای ناخونه شکسته، این ناخونه بچه بزرگ بلند شده، من باید اینو بگیرم. من چند بار ناخونش رو گرفتم. خب حالا اگر شما به گونه ای که توصیف میکنین شما خوشحال نیستید، ایشون راضی نیست، بچه ها راضی نیستن، چرا میخواید بمونید تو زنده؟ خودش راضیه، خودش خیلی راضی، اصلا نمیخواد چی راضیه جدا بشه. خودش میگه من میخوام، من تو رو دوست دارم، من بچه‌ها رو دوست دارم، من میخوام زندگی رو حفظ کنم. برای بچه‌ها خیلی بده که پدر مادر اصلا میگه جدا باشن، این آسیب نزنم، هی به من احساس گناه میده، آسیب نزنم به این بچه‌ها. من شما قراره واقع بینانه به موضوع نگاه کنید، من نمیگم جدا بشید، ولی شما که نمیتونید از یه طرف مدعی باشید که ایشون نه واقع بینه، نه مسئوله، نه حاضر مواظب مراقب باشه. آدمی که مدعی دوستیه کسیه کاری میکنه که اون آدم این که دوستش داره دوست داره، نه خودش، بلا اون خودخواهیه. هیچ کدوم از اینا رعایت نمیکنه. بعد با وجودی اولا شما میگید خوشحاله، خب معلومشون اهمیتی نمیده، همینقدر که شما باشید براش به یک اعتبار شاید کافیه و کاری به کارش نداشته باشید. دقیقا همینطور، کاری به کارش نداشته باشید. خب حالا شما اگر حرفتون این است که شما ناراحتید، بچه ها ناراحت هستن، بذارید پیاموار بشنیم، برگردیم به من بگید دلایلی که نمیخواید جدا بشید چیه؟ یعنی شما چرا نمیخواید جدا بشید؟ گفتم من توصیه جدایی ندارم، اون به من مربوط نیست، ولی خب من تعجب میکنم شما تا به حال به گفته خودتون رفتارتون واقع بینانه، عاقلانه، مسئولانه نبوده، نه تعرفات با خودتون نه بچه ها. ولی خب حالا میخواید از این بعدم برای 20-30 سال آینده من این کار بکنید؟ خب اون یه پرسش جدی. خب به من بگید، نه خاله، خب به من بگید که چند روز مصممی و چند روز براتون این موضوع مهمه و بعدم احتمالاً پاسخ یا واکنش ایشون چیه؟ بله آقای دکتر، وقتی که بریک بود من وقتی که رفت آگهی ها من فکر کردم موقعی که من سال 2015 برگشتم دوباره بعد از 2 ماه، یکی این بود که دیدم داره تلاش میکنه برای درست کردن رابطه و واقعا این کار کرد. دوم این که یعنی چی کار کرد؟ تلاش کرد برای رابطه؟ پیش مشاوره رفت، مشاوره راهنمایی که کرد واقعا با تمام وجود انجام داد. بعد مثلا چی بود؟ آخ شما یک کمی در بحث درباره دعوا داشتید که درباره مسائل جنسیتون بود، یکی درباره ارتباط با خانواده بود، آخه اینا که چیزش درست نشده. شما چی می‌خواید خودتون رو بگید؟ در رابطه با خانواده آقای دکتر رفتارش رو اصلاح کرد، مثلا قبل نمی‌ذاشت مثلا دوستامون بیان خونه یا بیان مثلا من دعوتشون کنم با هم دیگه. استدلالش چی بود که مردم اگه بیان خونه چه اشکالی داره؟ چه آقای دکتر همیشه، یعنی بعضی ما هنوز هم همینطوریه، وقتی ما میریم خونه یک کسی رو بر میگردیم تا یک سال ما چیز داریم، این موضوع بحث اینه که اون چه کار اشتباهی انجام داره، اون چه کار بدی انجام داره، اون عجب آدمیه، اینجوریه، نمیدونم اون به درد نمیخوره، این فلانه. قبلا هم همین نسبت به آدم ها نظر مثبتی نداره. وقتی میره بچه ها رو از مهد کودک بیاره
میره فقط بچه رو برمیداره میاره، یعنی حتی به بچه‌ای که بهش سلام میکنه سلام نمیکنه، با پدر مادرها ارتباط برقرار نمیکنه به هیچ عنوان. بهش میگم از معلم بچه پرسیدی که مثلا روزش چه شکلی بوده چه اتفاقی براش، میگه نه اونا سرش به کار خودشون با بچه رو براش اومدن. ارتباط با آدما نمیخواد سنگینه براش برقرار کنه. این کاری هم که داره میکنه مثلا من دوستا رو دعوت میکنم واقعا براش سخته، ولی به خاطر من تحمل میکنه که مثلا من دوستا رو دعوت کنم کسی که بچه دارم بریم خونهشون یا بیان. خب چرا فکر میکنید؟ ببینید از اولا میدونید ریشه اصلی و اساسی پریمچور ایجاکولیشن یا اون چیزی که در خصوص همسرتون میگید معمولا تنفر از مادر و یا خواهرای بزرگتر. این شماره یک. دوم برمیگرده به اینکه در دوره نوجوانی خود ارضایی بسیار میکرده و بنابراین به اونجا رسیده. این مواردی که هست همین جای زمینه برای بدبین بودن و منفی بودن رو فراهم میکنه، یعنی اصولا یه احساسی است که من بدم دیگران هم بدن و نتیجه رابطه هم جز بدی چیز دیگری نیست، یعنی به هر حال یه نوعی زمینه ای هست برای مثلا افسردگی یا نگاهی است که دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلاخیزد، به تنهایی خو کن برای که از این بدنها بلاخیزد. این ذهنیتی است که ایشون داره، به همجرد است که با هیچ کسی به اون گونه که شما دارید میگید ارتباطی نداره، رابطش با شما هم این گونه است، در ارتباط با بچه ها یا آنچه که به هر حال باید برش مهم باشه به خاطر بچه ها هم همینطور، یعنی همه اینا دست به دست هم میده. شما با یه آدمی روبرو هستید که خودشو پشت دیوارهای مختلفی پنهان میکنه و مایل نیست که در ارتباط نزدیک با دیگران باشه برای که اون احساس دوستی و برتر از دوستی صمیمیت رو با هیچ کس نمیکنه، یه نگاه بدبین و منفی داره. خب اینجوری که شما میخواید حالا اولا به من بگید الان رابطه جنسیتون در هفته یا ماه چند دفعه است؟ همون رابطه الان که نداره ما دکتر، الان یه خب فکر میکنه که خود فکر میکنه که خودشو داره به خطر میاندازه؟ نمیدونم واقعا چه فکر میکنه. بعد یه مسئله دیگه که داریم آقای دکتر، کاش فقط مسئله جنسی بود، اینکه ما اصلا با هم دیگه حرف، ما مسائل مالی به هیچ عنوان مشکل نداریم، قشنگ هم میتونیم حرف بزنیم که چیکار کنیم، چی بخریم، نمیدونم کجا پولو خرج کنیم، چه جوری پولو جمع کنیم، کدوم مسافرت رو بریم. ولی به غیر از این مسئله هر چیز دیگه که بخوایم راجعش حرف بزنیم یا اون طاقت شنیدن حرف ما نداره یا با هم خب حالا به من بگید شما ایستادید که من این نمیتونم این وضع رو ادامه بدم، بعدم سن جدایی بچه‌ها بین 8 تا 12 بدترینه و الان هم اینا سنشون اونا کمه، آسیب کمتری میبینن و من میخوام جدا بشم، فکر میکنید که ایشون چه میکنن؟ آقای دکتر من ازش چند بار خواستم که بیه فاصله بده، من ببینم که اصلا چجوری تاثیرش، قبول نمیکنه. الان این نه قبول نکنه قبول نه آره قبول نمیکنه. اب خونه اجاره کرد با فشار پلیس، بچه ها و دولت و اینا مجبورش کردن که بره خونه اجاره کنه. خونه اجاره کردن تو یک ماه هم نمون، یعنی مدام به من فشار می آورد که من خواهم برگردم خونه، آخه نصف این خونه مال اونم، من خواهم برگردم. آخرش هم با فشار و بدبختی با هر چی بود برگشت و روز یعنی چی با فشار بدبختی؟ نه ببینید عزیز، شما یه چیزی به من نگید که معنی نداره، اینو برای دوستان تعریف. در اروپا و در امریکا شما اگر محکم باز توصیه میکنم نظرمو نمیگم که شما با جدا بشید، پاشای محکم بیستید چون نمیتونه برگرده بازی در اون تلفن کنه. نه خاطر اینکه خونه آقای دکتر 50-50 خب 50-50 بذارتش برای فروش. آره بعد بذارم، همین کار دارم میکنم، گذاشتمش برای فروش. ولی اون نمیاد امضا کنه قرارداد فروش رو، نمیاد امضا کنه. آره دیگه اینا هم از به خاطر اینکه قرارداد فروش رو نهایت امضا کنه دولت بهش فشار میاره، چون که برای من قواعد و قوانین رو نمیدونم، از این موضوع هم باید با وکیل صحبت کرد. شما هم باید تکلیفتون روشن بذار کنین عزیز خود شما و بچه ها خیلی خیلی بیشتر آسیب میخورید اگر تو این حالت باشه نباشه، باشیم نباشیم، جدا بشیم. بلکه اصلا مثلا در ذهن بچه ها یه نوع عدم اعتماد و اطمینانی رو حالا با توجه به وضعیتی هم دارید به وجود میاره که میتونه بسیار خطرناک باشه. شما باید تصمیم قطعی نهاییتون رو بگیرید، حالا هر چی میخواد بشه، هر هزینه داشته باشه بپردازید. اگه میخواید جدا بشید، نمیخوایدم جدا بشید،
کوری کریلالی ادامه بدید. ولی اینکه شما آقای دودل باشه من نمیدونم میزان شدتش شما ببینید عزیز، شما حرفایی که میزنید اگر یک کسی کنار هم بگذاره میترسم آقای دکتر، میترسم یه مثلا یه روزی برسه که این کوری کری لاری رو دیگه نتونم تحمل کنم. خب معلومه هیچ کس نمیتونه تحمل کنه. نبایی اون رو میدونیم، ولی شما ببینید عزیز، شما در شرایط خودتون خیلی بیشتر و بهتر میدونید. شما در شرایط انتخاب خوب و بهتر یا خوب و بد که نیستید، شما در میان انتخاب بین بد و بدتر. مهم اینه که این زندگی زناشویی بده یا بدتر است، یا طلاق بده یا بدتر است. هر کدام که بده رو بپذیرید که گرفتار بدتره نشید. قطعیتی هم در کار نیست، یه مقدار احتمال کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت موضوع متفاوته. ولی ما چند تا عمر نداریم و قرارم نیست که همینجوری تعامل یه چیزایی بکنیم که از جانب دیگه طرف مقابل به راحتی میتونه انجامش بده. یعنی ایشون یک میتونه مشکل جنسی شرح کنه، دو میتونه بگه ما هفته یک دو شب میدیم و میایم، سه درگیری و بحث هم نداشته باشه. الو آقای دکتر بفرمایید. من فکرم قطع شد. بله بعد یه سوال دیگه پاسم پرسم یادم رفتم یه حوی قطع شد فکرم. ببینید عزیز، شما خانواده تون نظرشون چیه؟ من اصلا به خانواده نگفتم، ولی خانواده ایشون میدونه که چون رفت. شما ببینید عزیز، شما نمیخواید مسائل رو قطعی کنی. شما با توجه به جایگاهتون اگر اشتباه نکنم فرزند وسط بودید دیگه، درسته؟ بله. یعنی اون واقعا هم دو دلیاتون هم گم و گیجیاتون. آقای دکتر تو ایران مثلا من به مامانم گفتم، مامانم گفت باید بسازی، دو تا بچه کوچیک داره، این دو بچه از بین میرن. بچه از بین میرن. بچه هایی که من دارم شاد و بچه‌هاش هم نه سب کنید، باز شروع کردید. عزیز من همیشه ترس هست. شما سوار اتومبیل هم میشید میتونید تصادف کنید بمیرید. ولی اینکه بحث زندگی نیست. شما من میفرمایم صبر کنید. اگه شما من بگید که مطالعاتشون میده که بچه ها حتما تو زندگی که زن و شوهر ناراحت و ناراضی هستن همچنان حالشون بهتر از دلاغه، حرف درست باری نه. مطالعات نشون میده بسیاری از بچه ها آسیبشون خیلی خیلی کمتره وقتی زن و شوهر هستن طلاق. دقیقا مشاور اینجا همینه به من گفت. خب پس شما نمیده واقعی شما دنبال کدوم واقعیت هستن؟ میخواد بچه ها رو 50-50% تقسیم کنه. خب من میدونم که حرف شما شنه، میدونم که این بر بچه مخصوصا تو این سن اصلا خوب نیست. خب اینا میتونید دادگاه رو راضی کنید، بعدم مردم معمولا بعد از این مدتی ول میکنن مگر اینکه بخوان به عنوان اهرم فشار از اون استفاده کن. دقیقا به من گفتن که تو میتونی بری قضیه رو به دادگاه ببری. به همین جده است که من ببینید عزیز شما، ما تو لطفا دقت کنید. شما اگر بحث استراب منو بشنوید، اولین استرابی که مطرح میکنم بهش میگن اگزیستنشال انگزایتی، استراب هستی. یعنی همه آدما به اگر یه بحری هوشی دارن با سه تا موضوع روبروئن که اینا رو باید برای خودشون حل کنن. یک مرگ، دوم منحصر بود به فرد بودن و تنهایی است. هیچ کس مانند شما نیست، حتی خودتون مانند یه ماه قبل یا یه ماه بعدتون نخواهید. ولی سومی که مسئله اصلی هست، نه خب اون مسئله نه سب کن، اما مسئله سوم به اون میرسم. اما مسئله سوم که موضوع اصلی و اساسی است، اینکه ما همیشه با اطلاعات کم، با احتمالات بسیار پیچیده، با اتفاقات عجیب و غریب با تصمیم میگیریم. همه تصمیم های هیچ قطعیت یا روشن بودن و دو تا چهار تا کردن نیست. حالا ما شد انتخاب خوب و بد، انتخاب چرا بینه بده بد داره. اما مسئله من از تنهایی میترسم پس از اون حرفای عجیب و غریبی. یعنی شما خودتون وقت این لغت این که من از تنهایی میترسم میشه من تعریفش کنید یعنی چی؟ میگید درستان چی؟ توی سختی قرار بگم که نتونم با دو تا بچه کوچیک این سختی رو. این چه ارتباطی به مسئله تنهایی؟ آخه عزیزم ببینید، ما تو دنیایی هستیم که ما با واقعیت ها کار داریم. شما 10 موضوع اصلی تو زندگیتونه. اولش اینه که قانونی تو اروپا هستید یا نه که هستید.
دوم این که از نظر مالی امکان اداره زندگی خودتون دارید یا نه. سوم خب پس بنابراین نگران چه اتفاقی بیفته؟ بله این اتفاق چرا تو زندگی زناشویی نیفته؟ به همین جهت است که شما ذهن روشنی ندارید و لطفاً با یک کسی خودتون صحبت کنید، نه با همسرتون، با یه روانشناس یه 10 جلسه بذارید ببینید واقعاً کجایی چه میکنید، شما با تصمیم بگیرید. چون سن بچه ها بره بالا مسئله پیدا میکنه، الان بچه ها طلاق براشون اونقدر مسئله ای نیست، چون بچه ها فقط مهم براشون هست که آیا احتیاج ها و نیاز هاشون برآورده میشه، آیا اون امکانات و فرصت هایی که داشتن تا حدود زیادی دارن، یا برخی از اوقات بهترم شده، یا خیلی از اوقات بچه ها با بازی و حق بازی بیشترم از پدر مادر میگیرن، حالا میتونن از هر دو طرف استفاده و سوء استفاده کنن. برای که مسئله بسیار پیچیده یه، هیچ کس هم نگفته طلاق خوبه، طلاق همیشه بده، برای که قسمت هایی از بدن همه آدم های درگیر رو قطع میکنه برای همیشه، ولی برای بسیاری از آدم ها طلاق انتخابی کمتر بدیه در مقام مقایسه با ادامه. بنابراین شما اگر 5 تا چیز از همسرتون میتونید بخواید، میتونید مشخص و معین با تعریف و بسری زمان با ایشون در میان بگذارید و حرف شما این است که یکی از اینا یک بار شکسته بشه من میرم و واقعا پاش بیستید. بنابراین حرفایی که شما من میزنید این است که ایشون اولا اونقدر اهمیتی به زندگی زناشویی یا خانوادگی نمیده، برای یه نگاه خاصی داره، دوم با همین وضعم راحت و راضیه، نمیخوادم به هم بخوره، برای هر وقت یه ذره شرایط سخت بشه آنچه که شما میخواید رو میپذیره، ولی بعد از مدتی برمیگرده سر جای قبلش. ولی شما در اینجا ولی اون چیزی من میخوام تقریبا میپذیره. بله خیلی مهم پذیرفتن است و عمل کردن و قبولش. عزیز ببینید یه زمانی هست که من به شما میگم میپذیرم و درسته و واقعا سلامتی من اینه که نمک نخورم، یه زمانی هست که شما از من چیزی رو میخواید که حالا من همین گونه میگم بله با تو موافقم، اما مسئله این است که آیا در گفتگوی با هم به اینجا میرسید که مرد آقا یه کاری بکن، یه مسئله رو حل کن، پاش بیست. بعدم دیدید که من چند دقیقه قبل خدمت رو گفتم یک دفعه قاعده رو بشکنی من رفتم دیگه، صحبت و بحثی هم ندارم، نه اینکه باز هنوز میشه چونه زد، چون تا زمانی که شما چونه بزنید خب ماجرا همچنان میتونه ادامه پیدا کنه. بنابراین خودتونم باز با کسی مشورت کنید، بعدم خانواده رو هم در جریان بذارید، اما نگاه و نظره، نه اینکه نظر و تایید اونها رو بخواید، بلکه ذره مادر شما درباره بچه‌ها سخنرانی میفرمایند، برای در شرایط عادی حرفشون درسته، ولی نه در زندگی که آدم ها مسئله دارن و میتونه خطرناک هم بشه، برای که شما این اوضاع رو این گونه بعد از این مدتی دیگه نخواهید دید، بعدم توانتون هم نخواهد بود، فاصله سنتون هم زیاد، خود اینم مقدار مسئله خواهد بود. برحال ببینید چه میکنین، از هیچ کس نگفته تصمیم برای ازدواج ساده است و هیچ کس نگفته که تصمیم برای جدایی خیلی 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 کار ساده ای، نه بسیار بسیار مشکله. یعنی که ببینید چه میکنید اگر مطالب و اتفاقات خاصی افتاد، بعدا با هم صحبت کنید، یا اگر ایشون حاضر شدن و خواستن دوتای روی خط بیایید شاید بتونیم با هم صحبت کنید. که بعید مواظب خودتون و عزیزانتون. خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر بابت وقتی به من دادید، امیدوارم که زودتر حالتون بهتر بشه. ممنونم، مرسی از بابت، منم ببخشید به خاطر صداهای بد و حال بدی که دارم، ولی برام آقای دکتر تمام ایرانی عاشق صدای شما هن. مهم نیستش که صداتون مریضه یا والله، به هر حال همینه که میدونید کار همین، خرابی کار همینه، ولی به هر حال ممنونم از محبت و لطفتون. خیلی دوست دارم، مرسی، خدا نگهدار.